همیهنان گرامی، در برابر روزهای تلخی که میبینیم و دیده ایم، گاهی هم روزهای خوب و خوشی هست که دل شما شاد میشود. اینها شادی هایی است مقدماتی برای شادی بزرگ متلاشی شدن جمهوری اسلامی. کشته شدن حسن نصرالله یکی از مارهای سنگین وزن بر شانه ضحاک تهران و همکار سنگین وزن اهریمن از روی شانهای ایران و مردم ایران و اسرائیل و لبنان برداشته شد. این واقعا به همانند همون سنگی بود که سیزیف در اساطیر یونان محکوم شده بود که این سنگ بزرگ را از عمق دره ببره بالای قله تا نجات پیدا کنه. تا میرسید به بالای قله و نزدیکای قله، این سنگ دوباره از شانه اش میافتاد، میغلطی تای دره و سیزیف محکوم شده بود که تا ابد همین کار رو تکرار کنه. اما مردم اسرائیل، اون افسانه است البته، مردم اسرائیل، مردم حتی خود لبنان و مردم ایران و همه خردمندان جهان که با ترور مخالف هستند، دارن این سنگ رو دست جمعی یک بار برای همیشه میزنن نوک قله و برمیگردن با شانه های سبک و زندگیشون رو ادامه میدن. مرگ این تروریست سنگین وزن جهانی حسن نصرالله موجب خوشنودی همه خردمندان انسان دوست جهان و صلح دوست جهان شده. خیلی ها از اهل سیاست به زبان نمی آورند چون با مساله سیاسی و دولتیشون ممکنه که همخوان نباشه، ولی ما که نه حزبی داریم، نه سیاست مدار هستیم، نه دولتی در دولتی هستیم، به راحتی این رو بیان میکنیم و به راستی جا داره که شاد باش بگوییم به همه خردمندان در ایران، در اسرائیل، در لبنان، در کشورهای عربی، در کشورهای غربی و هر جای جهان که با تکیه بر خرد گفتم از تروریسم بیزارند، چون تروریست حرفی برای گفتن نداره، آماده دیالوگ نیست، آماده نیست اسلحه‌اش رو زمین بگذارد، مانند آن است که جانش را زمین بگذارد. در خدمت جناب البرز سلیمی هستم، بهشان خوش آمد میگم. جناب سلیمی گرامی، شما خوشنودید، امروز روز خوبی داشتید. درود به شما جناب مانی عزیز، از لبخند شما و از لبخند هزاران انسانی که ما در ویدیوها شنیدیم و میشنویم و دیدیم مانی عزیز، که واقعا شادمان بودند به خاطر اینکه شما خیلی قشنگ گفتید، یکی از مارهایی که به اژدها تبدیل شده بود از شانه های به هر حال این ضحاک زمان برداشته شد. خیلی تشبیه جالبی است. اجازه بدید من هم در همین رابطه، حسن نصرالله متولد 1960، رهبر فکری و فرمانده نظامی و شخص اول یک سازمان تروریستی بین المللی که در فروش مواد مخدر، فروش سلاح، ترور در جهان و در منطقه و ایجاد شبکه های گوناگون خلاف در پولشویی و مسائل جنایی در سطح جهان، من در جاهای گوناگون تجربهش کردم. در کشورهای به خاطر شغل ترانسپورت من بارها کسانی از متاسفانه از مردم لبنان رو دیدم، مثل همونطوری که از هر کشوری خلافکار، ولی در بسیاری از کشورها مردم متاسفانه مردم لبنان رو به چشم افرادی از این دسته
فروشنده مواد مخدر، ترور و شبکه های گوناگون میشناختند. اینها حتی در فروشگاه ها، در تجارت، در خدمات، در اغذیه فروشی ها هم واقعا بخشی از مردم با اینها با احتیاط برخورد میکردند. حسن نصرالله فرمانده در واقع فعال بالاترین دست علی خامنه ای بود. وقتی که او اینو بغل میکرد، مشخص بود که چه احترامی علی خامنه ای برای این فرد قائل بود. او در واقع بسیار، حتی بسیار بالاتر بود. یعنی سازمان حزب الله قوی ترین نیروی نظامی منطقه بود بعد از رژیم جمهوری اسلامی، و در سطح منطقه جناب آقای امامی گسترده ترین فعالیت ها رو داشت و بسیاری از جامعه های گوناگون به اصطلاح مذهبی و دینی رو در کشورهای گوناگون فعال کرده بود. واقعیت اینه که درست جمهوری اسلامی بهشون پول و امکانات میداد، ولی سازمان حزب الله و کلا جنبش تروریستی در لبنان سابقه بسیار بسیار طولانی داشته و من در تاریخ حرکت اینها میخوندم و خوندم که اینها بسیار از فرماندهان ایران رو در سطح جهانی اینها پرورش داده بودند، به خاطر اینکه خب مبارزه در سطح الفت و فلسطینیان در این زمینه تجربه های زیادی داشتن از دیرباز، از قبل از حدود 20-25 سال قبل از تأسیس جمهوری اسلامی. اینها اولین معلمانی بودند که این خودش در اون سیستم بزرگ شده بود، در اون دستگاه بزرگ شده بود. امروز در واقع این در پی آقای امامی کشتار چند صد هزار نفری که اینها عاملش بودند در منطقه و در کشور ما، ترورهایی که اینها کمک کرده بودند به جمهوری اسلامی در سطح خارج این ترورها رو میکردن، اون چه اونها کردن خود در سر اونها اومد و مردم شادمانند چون میبینند که کسی که این همه مدت جنایت کرد او باید چگونه او به سزای خودش، سزای اعمال خودش رسید. شادی مردم در این شبکه ها میگن آقای خامنه‌ای رهبر عظمای بزرگ، خواهش میکنیم اجازه بدید ما بر این افرادی که میخوان اسم بنویسند برن کشته بشن و ما از دست اینا راحت بشیم. این گونه مردم واقعا خودشون رو سبک میکنند و البته رژیم جمهوری اسلامی که یک عمر این ترورها رو کرد، امروز در کشور خودش باید بره پنهان بشه. آقای امامی در خدمتم. اصلا اگر یادتون باشه حدود 35 سال پیش همین حزب الله که تازه در آغاز تأسیسش بود، اگر به خاطرم درست مانده باشه، 3 تا آلمانی رو به گروگان گرفته بود به دستور جمهوری اسلامی و خمینی، و دولت آلمان هر کار میکرد که اینا رو از چنگ اینا رها کنه نمیشد، اینا باج میخواستن و دولت آلمان میگفت ما باج نمیدیم. احزاب مخالف میگفتن اگر شما باج بدید این میشود رسم و اینا تحریک میشن بیشتر این کارو میکنن، درست هم میگفتن. اما سرانجام دولت وقت آلمان باج مورد نظر رو داد و این 3 آلمانی رو نجات داد، برگردون به میهنشون. یعنی مردم ایران نسل جوان از سوابق تروریستی، آدم ربایی، آدم دزدی اینها خبر چندانی نداره. بسیاری از قتل‌های مخالفین جمهوری اسلامی در بیرون از کشور به دست حزب اللهی ها، همان حزب الله رهبرش بود خمینی، رهبر فقط خمینی، به دست همین سازمان جهاد اسلامی و حزب الله لبنان صورت گرفت و اینا رو بعدا مردم رو خواهند کرد، یک بار دیگر به نظر تودهای وسیع خواهند رسید. اما جناب مانی عذر میخوام، پوزش میخوام بردم، در فروش صدها میلیون قرص کاپتاگون، اون قرصی که جوانان عرب رو اینها در کارخانه های سوریه تولید میکردن، ولی توزیع این قرص کاپتاگون در منطقه و در سطح جهان به دست حزب الله لبنان صورت گرفت. شبکه مالی اینها بسیار بسیار گسترده بود. اونهایی که با شبکه مالی در واقع
سیستم حزب الله و جمهوری اسلامی و پیوند اینها در این زمینه فرصت نیست، و الا من خیلی مسائل زیادی رو در این زمینه خود تحقیق کردم، پژوهش کردم که واقعا تکان دهنده است. یعنی این شبکه وقتی که حضور داشت، فعالیت بزرگی به لحاظ مالی برای در سطح دنیا، برای جمهوری اسلامی و برای خود حزب الله لبنان انجام میداد. بفرمایید. و شما توجه کردید که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به ایرانیا، من حتی بخش‌های هم دیدم در همین شبکه‌های اجتماعی که به زبان عربی مردم شادی می‌کردن، توی لبنان بود گویا شیرینی تقسیم می‌کردن و اینا، همه اینا نشون میده که مردم ایران همان آمادگی رو که برای جنبش مهسا داشتن الان بیشتر داره. آمینم. و ما میبینیم که جای یک نهاد هماهنگ کننده این مردم برای دادن فراخوان‌ها که به خیابان‌ها بیان و این رژیم رو واقعا دیگه الان موقعش که یه هول بدی خیلی تلو تلو میخوره و عقب عقب میره، چون خودشون دیگه جرئت نمیکنه بیان تو خیابون وقتی رهبرشون رفته دوباره توی تونل مونل زیر کوه قایم شده. ما شاید اگر از خودخواهی های سازمان های سیاسی و افراد مدعی قدرت در خارج کشور بکاهیم و اینها فقط به منفعت ملی ایران که افتادن ضحاک از قدرت است بیاندیشند و تقسیم قدرت را بگذارند برای بعد از فرو افتادن اینها و زمانی که مردم اجازه دارن بیان رأی بدن، خودشون انتخاب کنن، نوع سیستم رو انتخاب کنن، افراد رو انتخاب بکنن، قانون اساسی بنویسن و خیلی چیزای دیگه. این الان زمانشه، چون اپوزیسیون به این نتیجه رسیده که به تنهایی کار نمیتونه بکنه. هر گروه سیاسی بگه این منم اعلای علیین شده، من قدرت برترم، اصل کار من هستم و آرش زمانه من هستم، چون این چیزی وجود نداره. ایران یک کشوری است متکثر و مردمانش هم خردمندند. از همه جناهای اجتماعی ایران یک قشر خردمند و آگاه وجود داره در درونشون، خود مردم دیگه الان تجربه کردن و آگاه شدن، نه اینکه تئوری خونده باشن، کتاب خونده باشن یا دستورالعمل سازمانی بهشون رفته باشه، رسیده باشه و مثلا آگاه شده باشه. خودشون پیشتر از اپوزیسیون در خارج هستن، در داخلم که اون اپوزیسیون مال خودشونه اگر هست که به نظر من هست. خب کوتاه کنم، میخوام نظر شما رو در این زمینه بدونم که آیا زمانش نرسیده و این رو از کجا باید آغاز کرد، چگونه باید جنبش امروز مردم یک صدای نیرومند، متحد، شفاف و قوی داشته باشه، نه یک نفران، یک صدای منسجم داشته باشه، یک کور نیرومند داشته باشه و رو به میهن آواز بخواند، آنچه را که میخواهد پیامش باشد و داخل هم که مردم آماده هستند، همون کسانی هستند که نیروی تغییرند و تغییر خواهند داد. من نظر شما رو به عنوان کسی که کار میدانی کردی فراوان و همیشه و هر روز سرگرم شونین اقداماتی هستید میخواهم در این زمینه ها بدانم. بفرمایید. خواهش میکنم. خب آقای مانی عزیز، اون چه که امروز اتفاق افتاد که شما بهش اشاره کردید، پرداختی به طور فشرده، یعنی تفوق نظامی امنیتی، تفوق جنگ تکنولوژی و سایبری و تفوق روانی نیروهای یک کشور دیگر، یک ارتش دیگر به یک کشوری هست، به یک رژیمی هست، ما کشور ایران رو نمیاریم وارد این، به یک رژیمی هست که ملتش رو 45 سال به گروگان گرفت و چندین کشور و خلقهای منطقه رو هم به گونه ای در این دور باطل 45 سال به تدریج، هر کدوم رو در 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش و لبنانی ها رو 40 سال پیش به کمند خودش، بعد از اون جریانات
بس و بعد جریان عمل که در لبنان اتفاق افتاد که ماجراهای زیادی بعد از حزب عمل که اینها حزب الله رو ساختن مقابل عمل و و و 40 و خورده سال پیش از زمان آغازش این هر یک از این کشورها رو و بعد نیابتی ها رو به سمت خودش کشید. اما یک کشور یعنی در واقع اسرائیل این قانون اینها رو قبول نکرد. اینها برای نابودی کامل اون کمر بسته بودند، ساعت شمار گذار، شمار زن، ثانیه شمار گذاشته بودند، موشک هوا میکردن برای نابودیش. واقعا فکر میکردن با اون 480 کیلومتر تونلی که کندن، با این نیروهایی که در لبنان ساخته بودند، با این بیش از چند صد هزار اینها راکت و موشک و غیر و غیر پخته بودن، گذاشته بودن اونجا و میلیاردها صدها میلیارد دلار رو داده بودن. اما یک کشور تونست اراده، به قول صحبت جناب علی، این مار رو از روی دوشش بزنه. چند دو مار بزرگ فعلا زده شد، حماس و حزب الله. البته حوثی و اینا چیزی نیستند برای اون نیرویی که اونها رو داره میزنه. ببینید، یک تفوق در واقع تکنولوژیک، سایبری، جنگ کلاسیک، جنگ نامتقارن، جنگ و تفوق به ویژه جریان روانی. اون چه که شما شاید مد نظرتون باشه بیشتر اینه که در این تفوق به لحاظ روانی آقای مانی گرامی، جمهوری اسلامی از لحاظ روانی در هم ریخته شده، بی احترام شده. شبکه 3، یک گوینده شبکه 3 میاد تئوریسین شده، داره به علی خامنه‌ای و داره به رهبران رژیم داره درس میده در همه جا. الان این دیروز از امروز صحبت های این گوینده در اونجا هست که ما باید اقدام بکنیم، بلا اینها ما را هم در هم خواهند شکند. از محسن رضایی که زمانی میخواست گروگان بگیره بعد 500 میلیون دلار بفروشه، امروز توی جان فکر جان خودش کدوم سوراخ بره. از علی خامنه ای که دیروز یک جلسه فرمانده هم برگزار شد بعد گفتن که او رو به یه جای امن بردند، شاید دیگه این جلسات به این گونه تکرار نشه که این بتونه فرماندهان ارتش رو یک جا جمع کنه، چون پس از اون ممکنه یک بمب سنگرشکن اینها رو بزنه. اما تمام اینها رو مردم ایران آنالیز میکنن، همونطوری که مردم گفتن جوانای ما رو چشمشون رو کور کردید، کور شد افرادی که اینها این کار رو کردن. در گزارش های زیادی ما داشتیم آقای مانی که در خیابان ها افرادی که به زبان عربی حرف می زدن بچه های ما رو، جوانای ما رو به گلوله ساچمهی و غیر و زارک بسته بودند. اینها وقتی که جوانای خود ما، بسیجی و نیروهای دیگر و انتظامی کنار کشیده بودن، بخشی از این کشتارها رو همین حزب اللهی ها از کشورهای دیگر اومده بودن، از لبنان، از این ور اونور اومده بودن کردند. اونها در واقع چند صد نفر و یا چند هزار نفر به این سرنوشت دچار شدن. ولی مردم ایران دارن میبینند و این به طور یک واقعه نیست، یک پیشرو اینه نمیبینه، یک پیشاهنگ، یک گروه کوچک، یک سازمان اینه نمیبینه. همون گونه که شما اشاره کردید، چند میلیون ها انسان شاد بودند و این میلیون ها انسان، این در وهله اول شادی بود، در مراحل به دنبال اون که روزانه خیلی فشرده تغییرات، این جزی از همون بحثی بود که جناب علی در این مدت 2 ماهه اخیر، یعنی 3 ماه پیش، ما در این مدت 5 ماهه صحبت کردیم که ما با هم دیگر قراری داشتیم، صحبتی داشتیم که شما در به هر حال ملای در همین سایت شما و این برنامه های گفتگوها مطرح کردید از اکنون تا 5 ماه دیگر، صحبت 3 ماه دیگر بود، 2 ماه دیگر مونده و من یادم هست شما تأکید کردید و من هم در این رابطه صحبت کردم که این 5 ماه 5 ماه بسیار بسیار پرتحوله. ما میبینیم هر هفته ای چه حوادث بزرگی اتفاق افتاد و امروز اون چیزی که الان داره شروع میشه اینه که به دنبال این شادی بانی گرامی یک حرکت بزرگ، من این احساس شما رو، این نگاه شما رو و این برآورد شما رو دارم، چون جامعه ایران به لحاظ داخل پخته شده، جنبش های داخلی مراحل زیادی رو طی کردند، تشکیلات ها در سطح سازمان های مردمی، حقوق بشری، سازمان های سیاسی،
فضای رسانه‌ای تا حد زیادی پخته شده، بخش بزرگی از نیروهای خارج کشور حمایت‌های خودشون رو به نوبه به وظایف به رغم اختلافات وظایف خودشون رو در رابطه با داخل کشور انجام دادند و دارن میدند، و به ویژه اینکه فداکاری های نسل جوان ما در 2 سال پیش یک ردپاهای بسیار بسیار موثری رو برای ما گذاشت که جنبش های گوناگون بازنشستگان، پرستاران، آموزگاران، جنبش هایی در کردستان، در بلوچستان که دیروز آیمانی، دیروز بلوچستان، شهرهای بلوچستان شلوغ بود، بسیار بسیار مرتعب بود، پر حرکت بود، و این زمینه این به مراتب بیشتر از پیش ایجاد شد. ما در میتونیم بگیم که ما به نحو غریبی نزدیک شدیم با توجه که رژیم به لحاظ روانی باخته، زمینه یک انفجار به معنای اینکه حرکت وسیع مردمی باشه، یک برآمد بزرگ، چون کلمه انفجار حالت فروپاشی نیست. به نظر من در ایران جنبش ها به مراتب هر قشری جنبش خودش آگاهانه در انجام میده. ما میتونیم واقعا در بعضی از در شهرهای کشور و شهرهای بزرگ با فرهنگ جوان داریم، آموزگار داریم، بازنشسته بسیار بسیار فرهیخته داریم، به قول شما از هر گروهی خردمندانی داریم که میتونن اختیارات کمیته های قیام رو، کمیته های شهری، شوراهای فعال محل زندگی و محل کار و محل خدمات رو اگر یک کمی جلوتر بریم اینها در دست بگیرن. ما میتونیم امروز یک خیام آگاهانه رو، نه یک آشوب در واقع فروپاشانه رو، بلکه یک خیام آگاهانه رو، زمینه ها این رو فراهم بکنیم. و در این راستا البته مسائلی در زمینه شما پرسش مهمی رو همواره دنبال میکنید که امر رهبری رو چگونه باید بر این سازمان یابی توده های مردم، چگونه میشه به اون نزدیک شد به رهبری جنبش، و این رهبری جنبش چه ارتباطی با این قاعده جنبش و نیروها و سازمان های اجتماعی گسترده داره. من واسم منتظر میمونم که این پرسش رو شما کمی جلوتر ببرید تا بتونیم به هم دیگر باز نظرات دیگری رو مطرح کنیم. بله، من تقریبا هفته 2-3 یا گاهی بیشتر از درون ایران بیشتر نامه ها و رهنمود هایی دریافت می کنم که اهل خرد می نویسند به علت اعتمادی که به این رسانه دارن. حتما برای جاهای دیگر هم می فرستم، من خبر ندارم. و اینها بیان که همدیگر رو بشناسن، همشون بر این باورن که آقا زمانش رسیده، مانند درختی که درخت برخواستن و خیزش که وقتی سیباش میرسه شما اگر نچینی همه میریزن زمین میپوستن از بین میرن، و زمان میوه چینی از مبارزات مردم ایران و از آگاهیشون رسیده. امروز یکی از حقوقدانان ایران که عضو کانون حقوقدانان ایران هم هست، نمیخوام نامش رو ببرم گرچه نامش رو برای من نوشته، نامه فرستاده بود و گفته بود که زمانش رسیده و میشود این کار و این کار رو انجام داد. و مشکل بر سر این هست که اونا میگن تا شما متحد نشوید، همون گروه کور یا ارکستر نیرومندی که اشاره کردم رو به وجود نیاورید، تا مردم بدانن که اگر ریختن تو خیابون فردا بی سر و صدا سر به نیستشون نمی کنن، مردم میان. منتها مشکل دوره مهسا که فروکش کرد، تحلیلگران سیاسی میگن، خود مردم میگن، میگن از اونجایی که از وسط کار یه ده از فرستاده های جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و پاسدارا اومدن خارج، دورور چند نفر رو گرفتن، اینها رو به انحراف کشیدن، اینها یک چیزای انحرافی گفتن که بیا به من رأی بده، من وکیل شما میشم، حالا دیگه امروز بهت خونه هر وقت لازم شد من دوباره میگم که تشریف بیارید تو خیابون. آقا جنبش خوابید، جنبش خوابید در پیکارش. چرا؟ چون یکی میخواست سوار بشه، موج سواری بکنه،
مردم ایران اینا رو فراموش نمیکنن، مردم هستن، یعنی 80 90 میلیون آدم هم فراموش نمیکنن. و اینها میگن که شما باید اون مرکزیت شفاف و نیرومند و یک صدا رو به وجود بیاورید، با هم همبسته بشوید و کار رو آغاز کنید. اینکه ما به اونها فقط بگیم آقا ما صدای شما هستیم، ما که خواننده نیستیم صدای شما باشیم. البته اونا منظور نه اونها نه ما منظور اون از صدای ما باشید این نیست. میگویند که ما چون در ایران رسانه مستقل نداریم، تریبون مستقل نداریم، شما باید این صدای ما رو به گوش جهانیان برسانید. و امروز من میگم که صدای شما به گوش جهانیان رسید در همون جنبش مهسا. خیلی هاشون هم حالا یا به ظاهر یا مصلحتی یا از روی دل و خرد با شما همدلی کردن، ولی بعد ول کردن رفتن پیکارشون، چون شما ظاهرا ول کردید رفتید به خونه ها و خیابان رو خلوت کردید. یک جنبش اگر پیگیر خودش نباشه، هیچ صداش در خارج کشور دنبال دار نخواهد. الان از جنبه کلیش که برگردیم، من به راستی خودم دنبال این هستم ببینم آیا کسی هست، کسی حتی که من برم به یاریش، کسی که دیکتاتور نباشه، با نقاب دموکراسی و نهاد دیکتاتوری پا به میدان نگذاشته باشه، کسی که نشان بدهد در پروسه کارش هدفش آزادی ایرانه، نه کسب قدرت گروهی یا فردی یا هر چیز دیگری. هستن ولی پراکنده هستن. شما نگاه کنید، ببخشید اگر کمی به درازا کشید، ما احتیاج در زمانه یک قربان بزرگی داره و از پی می آید. به گفته نمایشی زمانه با قربان از پی می آید و این قربانش رو کرده آقایان مثلا فرخ نگهدار و نمیدونم بهنود و امثال هم که یک جریان پرشمار هم هستن، اینا رو زمانه قربان کرده ریخته بیرون. سازمان هایی که مدعی اسلام و تشیع هستن فداکاری هم کردن، اینا رو زمانه قربان کرده ریخته بیرون. طرفداران دیکتاتوری مطلق موروثی قربان شدن. اما چرا باور نمی کنید زمانه شما رو غربال کرده؟ غربال کرده یعنی بهتریناتون رو بالا موندید تو غربال، ولی اضافاتش رو ریخته بیرون. و این جریانات چپ هم همینطوری هست، حتی جریانات مصدقی و بنی صدری و جبهه ملی و همه فرستادگان آشکار و نهان جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی رو زمانه از پی آمده و غربال کرده، چیزی توش نمونده. رهبرش که درشترین دانش هست فرارش دادن بردنش جای امن، شاید هم بردنش روسیه یا چین یا کره شمالی، من نمیدونم، یا زیر همون کوهای البرز و اینا. حال شما خردمندانی که عمرتون رو گذاشتید مبارزه کردید دیگه، شما همدیگر رو فقط در گروه های هم صدای خود رو نباید پیدا کنید، شما باید برید کسان دیگری رو که صدای دیگری دارن، نظر دیگری دارن رو جلب بکنید و بهشون اطمینان بدهید که شما نمیخواهید جنرال باشید و اونا سربازای پیاده شما باشن. باید به اونا بگید که آقا ما نیروهای برابر حقوق هستیم، با یک کشور واحد مال همه ماست، هیچ کس برتری نداره و شما جنرال نیستی، شما شخص اول و شخص چهارم نیستی، شما فقط یک نفر، منم یک نفر. اما وقتی شدیم دو نفر نیرومند میشیم. یک نکته رو بگم، خمینی در آغازی که اومده بود دید که نیروهای اطرافش از آخوندا بگیر جناب بازرگان بگیر
مجاهدین بگیر اینا دست دسته هر کدوم جدا اومد یک نطقی کرد گفت آقا جان شما اگر یک چوب رو دست یک حکایتی هست در ادبیات فارسی اونو گفت و اگر یک چوب رو بدید دست یک نفر بگید بشکن میشکنه، اگر هفت از این چوبا رو بدید دستش بگید بشکن نمیتونه بشکن. بنابراین باید با هم باشید. الان زمان با هم بودن رسیده، وگرنه کشورهای دیگر، سازمانهای اطلاعاتی بین المللی از شرق آسیا بگیر تا شمال کشور ما، تا جنوب کشور ما، تا غرب کشور ما، در غرب اروپا تا آمریکا ببینن که ما توان رهبری خودمون رو نداریم، برای ما رهبر تعیین میکنن، میآورن، مینشانن، بزرگش میکنن و باش همون قراردادی که غارت است و چپاول است و چه و چه دیگر رو ادامه میدن. میگن خیلی هم وضع خراب شد، مردم قیام کردن، خب ما هستیم دیگه، یه نفر دیگه حلبی سازی میکنیم، چلبی سازی میکنیم و میبریم میذاریم اونجا. نظر شما رو بشنم. بله، خب ببینید آقای مانی عزیز، ما برای اینکه ما در قسمت قبلی هم شما هم من گفتیم که به لحاظ روانی، به لحاظ تکنولوژیک ایران و حزب الله و این چند ارتش نیابتی ها باختند و زمینه آماده است. بذارید اینو بگیم که این زمینه چگونه آماده است و بعد ما چگونه میتونیم این زمینه آماده رو اینو شتاب بدیم، در واقع با شناخت خودمون، به قول اون استراتژیست بزرگ چین 4000 سال پیش، هیچ چیزی مهمتر از خودشناسی در یک پیشبرد یک استراتژی نیست که تسو میگفت اینو، اون چینی خردمند. ببینید ما در ایران در آخرین دور 49 میلیون نفر در این انتخابات شرکت نکردند. عین همین رو ما در انتخابات مجلس داشتیم. این 49 میلیون نفر حد بسیاری ها حدود 20 میلیون ما دستمزد بگیر در کشور داریم. بعد صنف کسبه و بازاریان و جوانان و زنان و قشرهای گوناگون در جامعه داریم. یعنی ما در واقع حدود 50 میلیون نفر از این رژیم به لحاظ فکری امید خودشون رو، باورشون رو به این رژیم از دست دادن. ما نمیگیم همه اینها کامل 100% برانداز بودن، ولی از این رژیم گذاشتن چون یه امیدی به این رژیم نداشتن. در این چند، در حدود 50 میلیون نفر، به گمان من آیمانی 8 تا 10 میلیون نفرش انسانهای باسواد بالای دیپلم و بالای لیسانس و بالای فوق لیسانس هست. ما فقط 800 هزار نفر آموزگار داریم. ما حدود چند صد هزار نفر بازنشسته فعال داریم که 30-40 سال، درست بعضی ها بخشی هاش پیرند یا سال خوردگانی هستند که از نفس افتادند، ولی بسیارانی بین 50 تا 60 هستند که این انسان ها 30 سال 40 سال کار کردند، خرد رسوب یافته دارند، ایران را دیدند، سنشون میرسید که زندگی ها را دیدند، کشور را دیدند، تغییرات را دیدند. بنابراین در بازنشستگان، در کارگران کشور، بخشای بسیاری کارگران امروز کارگران 50 سال پیش نیستند، بسیارانی تحصیل کرده هستند و دانش و فکر و منش دارند. زنان کشور که واقعا حقشون رو گرفتند، حدود 8 تا 10 میلیون نفر آیمانی انسانهای به قول معروف آوانگارد، با شعور بیشتر، با فکر بیشتر، با تجربه بیشتر و آمادگی سازمانیابی بهتر هستند. این 8 تا 10 میلیون نفر از تمام قشرهای کشورند. اون وقت در من دارم اینو عرض می کنم که این نیروی محرکه، این رستاخیز بزرگ در دورهای گوناگون، هم در قیامها، در زندانهای کشور، در شبکه‌های اجتماعی، در کار رسانه‌ای، در پیوند با ده ها رسانه‌ای که مثل خود رسانه مانی در طی این سالیان فکر کردن، حرکت کردن، در مناطق گوناگون کشور در جنبش های بسیار بسیار متشخص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدنی اینها آب دیده شدند. اما یک چیز وجود داشت: سرکوب خونین و به عقب راندن اینها.
این سرکوب خونین و عقب راندن ها سبب شد که هر بار هم که جنبش های اومد، جنبش 98 بالاتر از 96 بود، اون بالاتر از 88 بود، جنبش هایی که اومد، جنبش زن، زندگی آزادی جوانان ما، یا قیام خوزستان، قیام بلوچستان، اینها در واقع بسیار، قیام اصفهان، کشاورزان و زحمتکشان اصفهان بسیار بسیار پخته بود. اینها در واقع این مراحل رو پشت سر گذراندن، آمادگی برای یک قیام عمومی، برای تسخیر پاستور و بهارستان، برای تسخیر پادگان ها، مرحله بعدی استانداری ها، فرمانداری ها و مناطق حساس، زمینه بسیار بسیار بالایی وجود داره. اجازه بدید اینو داشته باشیم. این ور چی هست؟ رژیم حدود 300 و خورده هزار نفر سپاه پاسداران وجود داره مانی جان، حدود 800 هزار نفر، 500 هزار، 500 و خورده هزار نفر ارتش. ارتش در سرکوب شهری دخالت نخواهد کرد، بخش بزرگی از این سپاه هم دخالت نخواهد کرد، چون نشون دادن دور دب. اما این دوتا ارگان سرکوب، این دوتا ارگان حدود با بسیج حدوداً 1 میلیون نفرن. بخش بزرگی از اینها امروز در دوره های قبلشون دادن در سرکوب مردم حالت منفعل داشتن، اما این بخش به 3 نیروی خارجی و که حضور داخلی در کشور دارن تقسیم میشه. چون ما رسیدیم اوضاع اقتصادی، اجتماعی، وضعیت روانی کشور رو، همه چیز رو میدونیم. کشوری که نان دزدی میشه، نان رو مردم اونقدر گرسنه‌اند که مجبور هستن بدزدن تا سیر بشن. امروز ما به آخرین سنگر رسیدیم، دارو، نان، وضعیت دیگر، کشور گرسنه است، کشور آباده یک حرکت بزرگه، اما به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آماده است، ولی به خاطر سرکوب ما باید عوامل سرکوب را شناسایی بکنیم، بعد عامل رهبری رو به طور دقیق در مقابل عامل سرکوب قرار بدیم. آقای مانی، این بخش فوق‌العاده حساسه. به تحقیق به شما عرض میکنم این صحبتی که امشب من و شما داریم میکنیم به لحاظ استراتژیک، چون من ما آگاهی در هیچ جا با این دقت نشده، ممکنه که حرفایی، دامنهایی، این ادعا نیست. من این رو چون تمام شبکه ها رو دنبال میکنم، تمام فعالین سیاسی رو دنبال میکنم، امروز نیروی سرکوب به 3 دسته تقسیم شده. تا اینجا هیچ چیز جدیدی نیست. نیروی روسی سرکوب در این سپاه پاسداران و عاملهای سرکوب، دستگاه های امنیتی و نظامی سرکوب، بخش روسیش به غایت ضربه دیده است و روحی باخت است. همون بخشی بود که نزدیکترین حمایت رو از علی خامنه‌ای کرد، از پاسداران فاسد کرد، از سپاه قدس کرد. این بخش روسی قدرته. بخش چینی قدرت که الان میخوان بگن مشتبه چینیه، مشتبه میخواد تغییر ایجاد کنه، بین چین و روس بالانس ایجاد کنه. چین فرصت این رو نداشت، شاید زمینه های این رو پیدا نکرد که در قدرت نظامی چین، در نفوذ مافیاهای چین، در بخش میلیاردرها و در بخش در واقع بیت خامنه ای نفوذ دارند و میتونن تبدیل به بخشی از نیروی نظامی کشور بشن و با روس ها یکی نیستند. و بعد بخش دیگر که نفوذی های اسرائیلند در این قوای امنیتی و نظامی، این جدیده. این 3 دسته در کشور دارن جانشین تعیین میکنند. ادعی میگند، اجازه بدید من از اینجا یه گزارش مستند درست کنم. ادعی میگند که اسرائیل به قدری قوی است و در این سرکوبی که کرده و در این ضرباتی که زده و به لحاظ روانی برده، میتونه شاهزاده پهلوی رو با یه گروه خاصی بیاره بنشونه بالا ایران، چون به لحاظ روانی برده، جنگ نظامی برده و برده، میتونه اون دو جناح دیگر رو مخور کنه و از بالا میتونه در واقع اون توده های مردم رو هم در یک قیام بزرگ به خودش جذب بکنه. این تز عده‌ای از دوستان سلطنت خواه، البته مشروط خواهانی که من اونها رو میشناسم، تا به درجات گوناگونی من دوستای مشروط خواه دارم، اینجا هم بلوف نمیزنم، اونا هم بشنون میدونن که من از کی دارم. با بسیارانی از اونها کار کردم، بسیار بسیار فرهیختگانی به قول شما در هر قشری
فرهیختگان هست و در هر قشری انسانهای در واقع ملتهب و اکستریم و اینها هستند. و اما این بخشی که میگه که ما نیروهای اسرائیلی رو چون اسرائیل به عنوان کشور در سر به عقب نشاندن در سرنگونی که هنوز معلوم نیست که در به عقب نشاندن در جنگ روانی و در این جنگ نظامی و تکنولوژیک برده میتونه پس جانشین رو خودش به طور غالب داشته باشه و اینکه بتونه روسیه و نیروهای چین رو که دنبال جانشینن اونها رو به عقب بنشونه، این مسئله هست که به شدت امروز در داخل کشور آیمانی ما خبر داریم که به طور جدی مطرحه. آیا جناح نظامی روس اجازه میده؟ تا کجا اجازه میده؟ روسیه خودش چه نقشی داره؟ اینا را در بازی های دیگر وقتی که بالگرد رو زدن، رئیسی کاملا یه فرد روسی بود. جنگی که در تا کنون علیه جناح روسی کردن از صحبت های حشمت الله فلاحت پیشه بروجردی دیگر نیروهایی که علیه روسیه و نفوذ روسیه حرف زدن، ما میبینیم که همین که الان به چای نیویورک بلند شدن میرن میگن ما دو ملت برادریم، اینها در واقع نیروی هستن که میخوان دوم روسا را ببرند. نه اینکه اینها درست میگن، میخوان دوم روسا را ببرند، یک بالانس ایجاد کنند. شاید در بین اینها نیروهای چینی هم هستند که با مافیاهای چین در ارتباطند. اما اینکه روسا، ببخشید بفرمایید، فقط یک پرانتز در ادامه سخن شما، آقای رئیسی، رئیس جمهوری که در هلیکوپتر سقوط کرد، تنها رئیس جمهوری بود که در کاخ کرملین رو به قبله نماز خوند، براش اونجا سجاده چیدن. چرا؟ اینو باید بدونید، برای که روسی بود. بفرمایید. من در این نقطه حساس آقای مانی گرامی به این میخوام، به اونهایی که فکر میکنن اگر اسرائیل با نفوذ، با به عقب راندن روانی و جنگ تکنولوژیک در یک مرحله تونست، این در عقب راندن رژیم میتونه این کار رو بکنه، ولی آلترناتیو سازی دوستان مشروطه خواه، دوستان پادشاهی خواه، دوستان ملیگرا یا بعضی هایی که از جامعه جمهوری حتی از شاهزاده پهلوی حمایت میکنید، دچار با مویز و با یک کشمش نمیتونیم سردرگم بشیم. شما نمیتونید در این مبارزه اون 18 میلیونی که امروز 18 میلیون آگاهند در کشور، مطالبه گری کردند، میدونن اگر کسی بخواد بیاد در آینده ایران رهبر بشه باید بتونه اقتصاد کشور رو که خود آقای شاهزاده پهلوی 9 اصل رو شمرده برای مسائل اقتصادی، مجبور از اقتصاد به تدریج حرف بزنه. این شروع این جریانه. اگر شماها بخواید حرف بزنید با فحاشی به دیگران نمیتونید. ول کنید این خارج کشوری ها رو، جمهوری خواهان، پادشاهی خواهان، چپ های برابری خواه، این 4 تا سازمان خارج کشوری و نمیدونم چند صد نفر فعال سیاسی رو ول کنید. بریم به این فکر بکنیم. فیلم خاتون، فیلمی که در اونجا یک مبارزه بزرگی میشه که از استان من شروع میشه که چیز روسا در اونجا بودن، این فیلم چند ماه در اکران به صحنه به نمایش گذاشته شد، در آخر نیروهای روس رو، نیروهای ارتش ملی و ایرانیان مبارز و مبارزان شهری اونها رو کنار میزنند، اون نیروهای روس رو. اونها بودند که تونستند، مردم بودند، حتی این واقعیت این فیلم نبود، فیلم نامه بر مبنای واقعیت بود. تمام مبارزان ارمنی، تمام مبارزانی که در گیلان کار کرده بودند، از سراسر از اصفهان و جای دیگر اومدند در تهران با هم دیگر متحد شدند تا تونستند. این نقش شاه جوان نبود که تونست در واقع کشور رو به آزادی برسونه یک بار دیگر در اون دوره 20 تا 32. امروز در شرایط کنونی این 8-10 میلیون نفر آگاه با اون 49 میلیون نفری که رأی ندادند آماده یک حرکت بسیار بسیار متحدانه و یک حرکت پخته خردمندانه هستند. این طور نیست که یک عده میگن اگه شروع بشه نمیدونم فلان بشه یکی میتونه بیاد بگیره. ایران، ایران زمان خمینی نیست، ایران نه اون گونه دینی و مذهبی است، از خیلی دیوارها گذشته ایرانیان گذشتن. از اینجا آید مانی به این میرسیم، کسانی که اینگونه نگاه میکنند
دیگه چند تا خارج کشوری و ادعای چهار پنج تا رسانه ای که میان شلوغ میکنن میخوان مردم چند ده میلیونی رو بگیرن، برای ما یک جوری یک حالت جوک پیدا میکنه. راحت بگیم اون کسی که مردم رو، اون کسی که سابقه های اصلی، انگیزه های اصلی، خواست های مردم ایران رو از نان و وسایل کالاهای مایحتاجشون، از زندگی فرزندانشون، از فرهنگشون که در واقع این گونه به هر حال زیر ستم رفته، از زنانشون و حقوقشون، از طبیعتشون، از ایران عزیزشون که این گونه شده، اونها میدونن که برای دفاع از همه اینها باید اول آگاهانه جماعتی بیان بسد، بلا این تزها رو سازمان مجاهدین هم یک دوره داشته، کانونهای شورشی. برای چی شورش؟ برای اینکه بعد یک رئیس جمهور رو از خارج بیارن بذارن؟ برای چی انقلاب و رستاخیز؟ برای اینکه شاه سوم رو بیارن؟ آخه چرا باید این کارو بکنن؟ مردم ایران باید چرا این کارو بکنن؟ مردم ایران میگن آقا میتونید به ما خواسته های ما رو بدید، بعد شما رو میذارن، ما رو میذارن در بوته آزمایش، ما رو نگاه میکنن، حرفای ما رو میشنوند، فکرای ما رو میشنوند. چرا دور قبل در اوج جنبش زن زندگی آزادی آقای مانی 100,000 نفر بودیم در برلین، 35,000 نفر بودیم در استراسبورگ، 30,000 نفر بودیم در بروکسل، 10,000 15,000 نفر بودیم در پاریس. در تمام این حرکت ها من یک سرباز بودم، اینجا می دیدم جایی که داشت به انحراف می رفت، تمام کوشش منو می کردم با 100 نفر دوستان گوناگون نذارم، تا جایی که قدرت داشتیم به نوبه خودمون نذاریم که شعارهای انحرافی بیاد. البته یک عده خب همه جور انتقاد هم به اون حرکت ها کردن، ولی واقعیت اینه که این حرکت های مردمی جوانانی بودند، مردمی بودند که برای دفاع از ایران عزیزشون و از در پی حرکت ایرانیان در داخل کشور، این چند صد هزار نفر ما ها در خیابان ها بودن. اینها درسی هست برای ما که ما نمیتونیم یک در توهم مردم رو رهبری بکنیم. من به گمان من ایران احتیاج به شخصیت هایی در آقای امامی که از به طریق دموکراتیک بتونن اقتدار ملت خودشون رو پی ببرند، با فراست، یعنی با هوشیاری، با درایتشون، با دانششون، این لغت واژه فراست، بتونن با فراست این جنبش رو درک بکنن، عقب رو نگاه کنن، از جنبش های پیش درس بگیرن. طبیعی است که یک تعدادی از این رهبران سندیکایی یا رهبران در واقع ملی یا رهبران میانی افراد، هر کدوم به نوبه و تعدادی از اینها، این عزیزان ما در زندان ها هستند که در استانهایشون، در شهرهایشون، در قشرشون، در اون سنفشون، در هر جایی ما مدیرانی داریم، شخصیتهایی داریم شناخته شده. و طبیعیه که آقای مانی، ما به رسانه هایی مثل مانی احتیاج داریم. ما در این لحظات حساس احتیاج نیست ما رو میلیون ها نفر بشنوند، ما رو چند هزار نفر بشنوند. تو نغمه را در بیابان رها کن، باد از کران تر کران ها می رو آیدون را، باران که باقی تر جوی باور چندان که گنجای دارد، پر می کند ذوق و پیمانش را. واقعیت اینه که ما باید این نغمه رو به نوبه خودمون و بعد بتونیم در جامعه ما جای رهبران مقتدر دموکرات آقای امامی با دانش مثل دکتر بختیار کمه. ما شخصیت هایی مثل دکتر بختیار احتیاج داریم که اینها شهامت داشته باشن، دانش داشته باشن و بتونن در واقع بیستند، نلرزند. و ضمناً وقتی که میخوان به فرض با آقای رضا پهلوی صحبت بکنن، قبل از اینکه بخوان از روی عقده حقارت که او بالاتره من پایینترم، یا که باید با او بتونن به او صادقانه بگن ما بارها به ایشون گفتیم که آقا به شما اطلاعات غلط دادن، فاند ریزینگ های شما کمک به کارگران، من چه حضوری در جایی اگر بود، در زومی بود، در یک گفتگویی بود یا پیغامی که برای ایشون داشتم و چه در این صحبت هایی که در پیش شما به رسانه های دیگر داشتم، صادقانه بهش گفتم آقا راه اشتباه نرو، برای اینکه من ایران رو دوست دارم، من قشر کارگران رو علاقه بند و میدونستم کسانی رفتم به این گفتن که آقا ما پول جمع کنیم بدیم به کارگرا، بدیم به 6 میلیون بازنشسته. از این چیزا ما زیاد شنیدیم. اگر من فرد سیاسی که 50 سال هستم، نه از رژیم بودم، نه فلان بودم، نه ویسار بودم، صادقانه اگر من به اینا نگم به چی چی؟ این میشه در واقع یه نوع کرپسیون فکری، میشه ترس، میشه در واقع
میشه اغواگری. من از تمامی آزادی خواهان ایران، مبارزان کشور در این لحظه از اینها بهشون پیشنهاد میکنم و از اینها به عنوان یک فرد کوچک تقاضا میکنم به جای اینکه فحاشی بکنیم، به جای اینکه دشمنی بکنیم، به جای اینکه به هم دیگر پشت پرده رقابت بکنیم، ایران ما سن ما اولا گذشته از یک مراحلی از این کارها، ایران ما به آیمانی به انسانهای احتیاج داره که تجربه خودشون رو در این لحظه صادقانه بدون حب و بغض و درگیری ها و بدون کودکی و اینها در کنار همدیگر صادقانه بنشینن، به همدیگه حرف بزنن. من از اینجا به آقای رضا پهلوی میگم، آقای رضا پهلوی، شاهزاده پهلوی، اگر کسانی از هواداران شما به شما گفتن که اسرائیل میتونه جانشین سازی بکنه، شما را ببره، شما را اونجا رهبر بکنه، در نظر بگیرید اگر نتونید این دور هم در یک ائتلاف درست در جایگاه خودتون قرار نگیرید، روس ها و چینی ها و این رژیم مکار یک دور دیگر شما رو غلغم خواهند کرد. غلغم این نیست که بیان ده نفر ترور بکنن، در درون شما نفوذ میکنن، از طریق طرفداران ملتهب شما یا حتی گروه های اگه به شما بگن که اسرائیل قادر شما رو ببره در دبی بنشونه یا در تهران بنشونه شما رو حفاظت کنه، هنوز روس ها و چینی ها و همین گروه های دشمنان شما اگر حرکت های به اصطلاح ناپخته ای ببینن غلغم خواهند کرد. شما کسانی رو دارید، اگه شبکه شما رو چند ده هزار نفر میبینن، شبکه اون آقای به نام آقای علی جوانمردی رو هم 80,000 نفر میبینند و او داره یک جور دیگر حرف میزنه. کسان دیگری هستند که الان شروع کردن نغمه مخالفت خانی رو. من از همینجا به کسانی که به نام اتحاد جمهوری خواهان ترور همیگه رو متهم کردن، چون به آقای پهلوی انتقاد کردیم، نقد کردیم، حرفهای ما را زدیم، به اونهایی که دور قبل گفتن ترور هنیه یک تروره و هنیه رو با آزادی خواهان ایران مقایسه کردن و امروز میان میگن که اینا را که قلقم کردید اینا دوباره در بیان. ای چگونه شما را 40 سال شما پایگاه داشتید، 40 سال شما را زدن به یک گروه محتضر و شکسته ده ها هزار، بیش از 100 خورده هزار جوان فدایی رو داشتید، وقتی شما رو غلغم کردن بعد 40 سالانه یه گروه 40-50 نفره نمیشید. قربان برم خدا را، یک بام دو هوا را، ما تونستیم بعد سرکوب های رژیم آیمانی بلند شیم. 40 سال گذشت هیچگاه بلند نشد جنبش فدایی آیمانی. چطور میشه بعد به حزب الله که رسید اسرائیل زد اونا بلند میشن، از الان دارن شاخشونه میکشن که اینا بلند میشن و انتقام خواهند گرفت. همچی چیزی نیست. وقتی که حزب الله را بزنند، پولش رو بگیرن، این عده مواد فروش که در شبکه های مالی فساد دنیا هستند و یا در جمهوری اسلامی در فساد و اختلاس و لواط و اینها هستند، اگر اینا غلغم بشن اتفاقی هیچ وقت این فاسدین سر بلند نخواهند کرد. این حرف ها دروغه که بعضی از رهبران اتحاد جمهوری خواهان و امروز کسانی رو که واقعا سالیان طولانی است، البته اونها انسانهایی بودن در دوران خودشون یک جمعی تشکیل میدن، هدفشون اینه که بیان در مقابل شاهزاده پهلوی مقابله بکنن. خب این حسادت ها، او میخواد اینها رو مخور بکنه، اینا میخواد اونها. این جنگ ها اصلا جنگ مردم ایران نیست. های من اون چه که من و شما در مورد قوای نظامی، قوای سپاه پاسداران، نیروهای محرکه امروز ایران گفتیم، اون بحثای جامعه ماست. اون قوای محرکه و نیروها و اینکه سه گروه در زمان شوروی هم همینطور شد. آیمانی، من اینو بگم تمام کنم، من در سال 1983 به دلیل مهاجرت پای من رسید به باکو، از باکو پای من در سال 84 رسید به مسکو. من چند ماه در اوج بحثای مربوط به پروسترویکا و گلاسنوست، یعنی شفافیت و پیشرفت، این بحث شروع شده بود. من در این بحث با روشنفکران روس در تماس بودم. اونها این بحث را داشتن که چگونه میشه جامعه را از دست حزب کمونیست گرفت و به سمت یک پیشرفت برد. این بحث امروز به طور بسیار بسیار گسترده و فراتر در کشور ما مطرحه و میلیون ها انسان دارن فکر میکنن. اگر کسی فکر میکنه ایرانیان همون ایرانیان 45 سال پیشند
که با یک قدرت خارجی میشه این کارو کرد، این همچی چیزی کاملا توهم بزرگه. اما اینکه چگونه رهبران، من بخشی از این ویژگی های نیروهای آگاه خردمندی که میتونن نقش مؤثر بازی کنن و یک مدلی از شخصیت هایی مثل شاپور بختیار رو عرض کردم، اینکه ما چگونه باید این شخصیت ها رو لمسه بکنیم صادقانه، این گروه های گوناگون میتونن به وجود بیان، رسانه نقشش چیست، سازمان های سیاسی نقشش چیست، شخصیت هایی که وجود دارن، ما همه ما باید در یک همافزایی آیمانی نقش معینی بازی بکنیم. ما به یک گروه نخبگان ایران دوست آگاه قسم خورده به تاریخ ایران، به مردم، به سرنوشت مردم ایران، یک گروه آگاهی احتیاج داریم که کنار هم دیگر بیستیم، قسم بخوریم و سوگند بخوریم و برای آزادی ایران نیاییم هم دیگر را ببریم. در این زمینه باز هم صحبتهایی هست که حتما جنابالی این فرصت را به ما خواهید داد که صحبت بکنیم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. آموزه های ایران، مردم ایران در شعر ایران ثبت شد. شاعر میگه که جنگ 72 ملت، یعنی 72 فرقه مذهبی در دوره اسلام، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. بسیاری از این گروه ها فرقه های سیاسی هست، درست مثل همون فرقه های عقب مونده شیعی و حنبلی و خیلی چیزهای دیگه که هنوزم فراوان هستن. اینها فرقن و کسانی که در یک سکت، در یک فرقه، در یک قلعه سر توی شوره همدیگه فرو بردن و اندازه مخ همشون اندازه یک کله کوچکه، اینها نمیتوانن ایران نجات بدن. اون خردمندانی که شما اشاره میکنید و من اشاره میکنم بیرون از این فرقه ها باید باشن. درخت تو، ناصر خسرو میگه، درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بدرود تا درودی دیگر.